وقت شما بخیر، کاملیا پور کتابی هستم همراه شما با اقتصاد و بازار امروز شنبه 27 فروردین ماه. با ادامه روند صعودی قیمت‌ها در بازارهای مختلف و پس از دستور ابراهیم رئیسی برای برخورد با پشت پرده گرانی‌ها و همچنین دستوری که مقام وزارت صمت برای بازگشت قیمت‌ها به سطح سال قبل ظرف یک شب، امروز نایب رئیس اتاق اصناف تهران هم اعلام کرده تمامی قیمت‌ها باید به سال قبل بازگردد، در غیر این صورت تخلف است. ابراهیم درستی گفته سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده از امروز با هر گونه تغییر قیمت بدون مجوز کالاها برخورد می‌کند. رضا فاطمی امین وزیر صمت هم گفته صنایع خودروسازی، معدنی و غذایی باید قیمت‌ها را کاهش داد و کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل با اشاره به تداوم افزایش قیمت‌ها در بازار برنج میگوید قیمت سه نوع برنج ایرانی به بیش از کیلویی 100 هزار تومان رسیده. به گفته حسن تقی‌زاده با قیمت‌گذاری دستوری در آستانه نوروز فروش عمده برنج متوقف شد و از این رو میزان عرضه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. قیمت شکر طی روزهای اخیر افزایش کم سابقه یافت و در حالی که در تهران دولت هر کیلو شکر را 16800 تومان قیمت گذاری کرده، این محصول در خرده فروشی ها از 22 تا 26 هزار تومان قیمت خورده. در همین حال بر اساس گزارش های رسانه‌ای شکر دولتی در شهرستان مهاباد سهمیه بندی شده. رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با اشاره به افزایش 344% نرخ فروش گندم دولتی و اصناف صنایع از بیش از دو برابر شدن قیمت ماکارونی در آینده نزدیک خبر داده. به گفته محمد رضا مرتضوی به این ترتیب قیمت ماکارونی از کیلویی 12000 تومان به 25000 تومان افزایش خواهد یافت. و دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران میگوید اگر ارز ترجیحی هست شود قیمت تولیدات کنسروی حدود 4 برابر خواهد شد. به گفته محمد میررضوی تولید کنندگان یک ماه است که سهمیه روغن خود را از دولت دریافت نکردند و به همین دلیل تولید کنندگان بزرگ با نیمی از ظرفیت فعالیت کرد و تولید کنندگان خرد تولید خود را متوقف کردند. آرش حسنیا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من راجع به این چند موضوع با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیا، این قیمت‌گذاری دستوری و برخورد تعزیراتی با قیمت‌ها در نهایت چه تبعاتی به نظرتون برای بازار خواهد داشت؟ خب زمانی که هزینه های تولید افزایش پیدا میکنه و قیمت تمام شده کالا و خدمات بالا میره و از طرفی واحدهای فعال در این حوزه های تولید و بازرگانی اجازه نخواهند داشت یا اجازه پیدا نمی کنند که قیمت های خودشون رو متناسب با هزینه های بالا رفته جدید افزایش بدن، اونها یا با کاهش حاشیه سود باید فعالیتشون رو ادامه بدن یا اینکه در مواردی وارد حوزه زیان میشن و باید با این دوره کاهش حاشیه سود یا زیاندهی کنار بیان و این دوره رو تحمل کنند که شاید این موج نظارت ها و این موج دستورها گذر بکنه و اونها بتونند دوباره به فعالیت عادیشون برگردن، یا اینکه فعالیت خودشون رو به ناچار یا باید کاهش بدن یا اینکه متوقف بکنن یا از بابت زیاندهی در واقع این واحدهای تولیدی یا بازرگانی دچار مرگ بشن. البته راه‌های دیگری هم برای جبران این افزایش هزینه‌های تولید وجود داره، اینکه خب واحدهای تولیدی یا بازرگانی رویه تولید خودشون رو و رویه فعالیت خودشون رو تغییر بدن، بهره‌وری رو بالا ببرند که به طور معمول البته این افزایش بهره‌وری و تغییر رویه تولید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیاد یا زمان میان مدت یا طولانی مدتیه. به هر حال برای افزایش بهره‌وری نیاز به این هست که تجهیزات نو بشه یا اینکه فناوری‌های جدیدی رو به کار بگیرن، ماشین‌آلات رو تغییر بدن که سرمایه بسیار زیادی رو می‌بره و روند زمانبری هم خواهد بود. اما راه‌های دیگری هم در سال‌های گذشته تجربه شده از سوی واحدهای تولید یا بازرگانی در برهه‌هایی از زمان که هزینه‌های تولیدی اونها افزایش پیدا کرده و اونها اجازه پیدا نکردن که متناسب با این قیمت‌های تمام شده قیمت خودشون رو کالای خودشون رو قیمت‌گذاری بکنن و شامل مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدن. یکی از این شیوه‌هاش کم فروشی بوده که در سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که واحدهای تولیدی بسته‌بندی‌های خودشون رو با کالای کم
کمتری پر کردن، یا اینکه خریداران مجبور شدند که کالایی رو که لازم داشتند بل اجبار با یک کالای دیگه همزمان با هم بخرند و بدین ترتیب کالایی رو که نیاز نداشتند رو خریداری کردند، یا اینکه با افزودن برخی مواد به کالاها و تولیدات در واقع تولید کنندگان از اون چنبره قیمت گذاری خواستند که فرار بکنند. بدین ترتیب در نهایت اون اتفاقی که افتاده این هست که بازار غیر شفافتر شده و به ضرر هم تولید کننده و هم مصرف کننده بوده. آیا حسن یا شما فهم کنین که اصلا چه عوامل ساختاری در این افزایش قیمت ها دخیل هستن که عملا این گونه سیاست های نظارتی و تعزیراتی رو دارن بیاثر میکنن؟ خب یک عامل اصلی تورم عمومی است که بارها راجع بهش صحبت کردیم که ریشه های پولی است، افزایش نقدینگی است که ریشه در کسری بودجه دولت و عملکرد بانک ها داره. خب اون تورم عمومی طبیعتا فشار میاره و هزینه های هم تولید کنندگان و هم توزیع کنندگان و واحد های اقتصادی رو بالا میبره. اما گذشته از اون عامل ریشه‌ای و پایدار تورم عمومی، در شرایط فعلی عوامل دیگری هم هستند که هزینه تولید و قیمت تمام شده تولید داخلی رو افزایش میدن. در صدر اونها برنامه حذف ارز ترجیحی است و اینکه خب به هر حال با حذف ارز ترجیحی، اونجور که در خبرها هم داشتیم، در حوزه‌های مختلفی با افزایش قیمت‌های شدیدی در مواد اولیه مورد نیاز برخی تولیدکنندگان روبرو هستیم. همینطور قیمت مواد غذایی به ویژه و دیگر کالاهای خام در سطح جهانی افزایش پیدا کرده. در مورد مواد غذایی از جمله غلات، به دلیل جنگ روسیه و اوکراین ما وارد یک شرایط بحرانی هستیم و در یک حالت بحرانی به سر میبریم که خب این هم بر افزایش هزینه های تولید کنندگان این حوزه اثرگذار هست. ضمن اینکه با تغییر نرخ برابری ارز محاسباتی برای محاسبه حقوق عوارض گمرکی که از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر میکنه، بخشی از هزینه های تولید هم در این حوزه افزایش پیدا میکنه. به اینها اضافه بکنید افزایش دستمزدها و اجاره و بقیه هزینه ها رو که در عمل این دستورات رو بی اثر میکنه. آرش حسنی و روزنامه‌نگار اقتصاد از پراگ، ممنون که در این بخش همراه من بودین. و در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. همکارم آرش آزمی هم برای بررسی بیشتر این بازارها اینجا در استودیو با من هست. آرش، از بازار اصل شروع کنیم. ظاهرا امروز روند سعودی داشته، من میدم که دلار بازار آزاد هم تا مرز 28000 تومان دوباره گویا بالا رفته. بله، به نظر میاد عامل اصلیش هم ممنوعیت بازار آزاد بوده، چیزی که در بازار ارز از این دستور جدید و این ابلاغیه جدید دولت در مورد قاچاق شمردن حمل و نگهداری ارز در واقع ارزیابی شده. با ارز در واقع مقام کانون صرافان گفته که این عملا به این معنی است که بازار آزاد ارز غیر رسمی خواهد شد. خب این ریسک ها رو در بازار به نظر بالا برد. تا مرز 28000 تومان دلار رفت. آخرین قیمت ها 27950 بود، من می دیدم کمی هم نسبت به قیمت درج شده بالاتر. در مجموع بقیه شاخص ها هم سعودی بودند. یورو هم از در درصدی میبینیم کمتر از دلار رشد کرد. حواله درهم هم کمتر، عمدتا به نظر تاثیر اون خبر قاچاق شمرده شدن نگهداری یا حمل و خرید و فروش دلار، به نظر این روی بازار تاثیرگذار بود. باشن خبرهای رمزارزها، گویا یه خبر میدم که گفته گویا یکم مرورگرهای معروف وب یه ورژن جدید منتشر کرده که امکانات ویژه‌ای برای رمزارزها داره. اگه تو اطلاعات بیشتر از این خبر داری برای ما بگو. بله، مرورگر اپرا که تو این زمینه پیشرو بود و قبلا هم برای نسخه اندروید و نسخه ویندوزش والت یا همون کیف پول رمز ارز رو تعبیه کرده بود، الان برای آیفون هم گفته شده نسخه جدیدی که منتشر کرده این مرورگر این امکان رو اضافه کرده، که خب نشون میده که در بازار تکنولوژی هم ما حضور رمز ارزها رو داریم میبینیم و در بازار وب. اما بازار رو نگاه کنیم، در مجموع در 24 ساعت گذشته کم نوسان بود. رشدهای اندکی رو بیت کوین و اتریوم داشتن و در مجموع بقیه شاخص ها عمدتا نزولی بودن، به جز پولکادات که بالای 1% رشد داشت در 24 ساعت گذشته. یه خبر جالب دیگه این که اون 600 میلیون دلاری که هک شده بود از یک بازی کمپانی سونی، گفته شده که کار هکرهای کره شمالی بوده. امروز خبری منتشر شده که خب جالب توجه هست. بیت کوین رو اگر ببینیم عمدتا در کانال 40000 دلاری نوسان کرد. می‌بینیم از 40100 تا 40700 دلار دامنه نوسان محدود اما در مجموع سعودی، و اتریوم هم همینطور بین 3000 تا 3050 دلار بسیار محدود نوسان کرد. هاش در بازار طلا شاخص‌ها نزولی بودن.
بله، شاخص‌ها بازار طلا نزولی بودن، همینطور که می‌بینیم برخلاف بازار ارز که این عدم تبعیت بازار طلا از ارز نشون میده که اون در واقع اثر اون خبر قاچاق شمردن بازار ارز چه ریسکی رو به بازار تحمیل کرده. طلا با وجود اینکه طلای جهانی تا مرز 1980 دلار پیشرفت در معاملات آخر هفته میلادی، اما بازار امروز در مجموع منفی بود، هرچند نوسانات محدود بود. وضعیت بورس رو هم با هم ببینیم. نقشه بازار اگر ببینیم به نظر میرسه که خب رنگ سبز غالب بود دارش، درسته؟ بله، امروز همینطور که در نقشه هم مشخص است رنگ سبز رو بیشتر میبینیم. شروع هفته در واقع برای شاخص‌های بورس هم مثبت بود و شاخص‌ها هم صعودی شدن. اگر جدول شاخص‌ها رو داشته باشیم مشخص است شاخص کل 0.9% رشد کرد، شاخص هموزن 1.2%، شاخص هموزن بیشتر رشد داشت و 80% بازار مثبت بود، همونطور که در نقشه هم دیدیم که خب نشون میده اکثریت قیمت‌ها افزایشی بودن، هرچند روند نوسانشون محدود بود با توجه به وضعیت که در شاخص ها میبینیم. کماکان موضوع حاشیه ساز بورس اون در واقع دستوری است که برای وضع عوارض بر صادرات فولاد داده شد و اون مصوبه ای که بسیار جنجالی شد، حتی رئیس سازمان بورس نامه زد به وزارت سمت. امروز وزارت سمت گفته این تاثیر چندانی روی بازار نخواهد داشت. حالا وضعیت بازار هم بعد از اون شوکی که هفته قبل خورد به نظر میاد که کمی متعادل تر شده. ارزش معاملات و خالص فروش سهام در سطح چهارشنبه بودند و 170 میلیارد تومان امروز ورود پول حقیقی داشتیم که رشد داشت به نسبت روز چهارشنبه که در واقع وضعیت بازار ورود پول حقیقی اما به میزان کمی رو داشت. در مجموع بورس به نظر میاد هفته رو سعودی شروع کرد. آرش ممنون که اینجا با من بودی. آرش آزمی همکار من، ممنونم از همراهی شما. با این بخش اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.